سلام، چطورید؟ خوبید؟ دیدین اول فیلم ها میگن نور صدا تصویر؟ امروز میخوام در مورد هر ستا اینو صحبت کنیم. اول از همه نور. نگاه کنید، برای اینکه شما یه تصویر خوب داشته باشین باید یه دونه نور خوب داشته باشین. حالا این نور میتونه از چندین تا منبع تامین شه. یه دونه مثل من نور ویدیویی باشه که خیلی هزینهش زیاده، ولی خب کیفیت خیلی زیادی هم داره و کیفیت فیلمای شما رو خیلی افزایش میده. منبع بعدی که میتونین برای نور استفاده کنین نور بیرونه، نور روزه، که اونم نور خیلی خوبیه، ولی اگه بخواید توی ظهر رو این عکاسی کنید باید یا پشت پرده اینا عکاسی کنین که نورش نرم شه. حالا این وسط بخوایم از لحاظ بودجه قرار بدیم، رینگ لایت هایی که تو معمولا توی سالن های زیبایی میبینین اونم گزینه خیلی خوبیه. این نکته هم بگم، تمام رینگ لایت ها همشون از لحاظ مارکی یه بیسن، همشون چینی هن. بیشتر از شما میخوام وقتی رینگ لایت بخرین به اندازه رینگ لایت توجه کنین که مقدار نورش رو تعیین میکنه، بقیه چیزاش دیگه چیزایی که خیلی مهم نیست. بعد از نور میرسیم به مقوله صدا. صدا، اگه صدای ویدیوی من بد بود مطمئن باشین شما تا حالا این ویدیو رو اسکیپ کردیم رفته بودیم ویدیوی بعدی. پس صدا خیلی مهمه، به شدت مهمه. حالا برای اولش شما میتونید میکروفون سیمدار تهیه کنین که اینجا الان بو یا انوانه، ولی واسه این که بتونین حرکت کنید و دستتون باز باشه، من بهتون توصیه میکنم اگه بودجهتون اجازه میده از میکروفونای رود وایرلس استفاده کنین که من الان وایرلس گوه 2 دارم، دوتاست، ولی یکیش هم میتونه استفاده یه نفرید. بعد از صدا میرسیم مقوله تصویر، که میتونین در ابتدا حتما از موبایلتون باید استفاده کنین، چون که دوربینای حرفه‌ای خیلی گرونن و جواب کار شما رو مطمئنا در ابتدا موبایلتون میده. بعد از اینکه یکم پیشرفت کردین مطمئنا میتونین دوربین حرفه‌ای بخرین و از کیفیت واقعی فیلم و کیفیت خیلی خوب لذت ببرین. این نکته رو هم بگم که وقتی دارین موبایل میخرین سعی کنین موبایلی بخرین که کیفیت فیلم برداریش خیلی خوب باشه، بتونه فریم ریت های بالا ضبط کنه، که بتونه اسلو موشن فیلم برداری کنه و خیلی اسلو موشن میتونه به جذاب شدن ویدیوهای شما کمک کنه. بعد از این مقوله که دیگه میشه دوربین های فیلم برداری حرفه‌ای، اونا هم داستان خاص خودشون رو دارن و بهترین کیفیت به شما ارائه میدن. همیشه خوشحال میشم سوالاتونو جواب بدم. سوالاتون تو قسمت کامنت بنویسین، پیشنهاداتون و نظراتون هم بنویسین، همه رو تک تک میخونم و جواب میدم. دم شما گرم.